صبح شما دوستان عزیز بخیر. Good morning everyone. امیدوارم هر جایی که هستید شاد و سلامت باشید و یک روز دیگری رو در شادی، سلامتی و با امید آغاز کرده باشید. نلی هستم با برنامه Morning Show with Nelly. روزهای دوشنبه تا جمعه ساعت 9 تا 10 صبح به وقت لس آنجلس و تکرار 9 تا 10 شب باز هم به وقت لس آنجلس. برنامه هست یک ساعت که سعی داره شما عزیزان رو یک مقدار از حال و هوای روزانه و فضای کار و مشغله های مختلف فکری رها بکنه و شاید مسائلی رو با هم مرور بکنیم که به خاطر حالا زندگی و شلوغی که داره کمتر بهش فکر میکنیم در طول روز و طبیعی هم هست. به هر حال این برنامه همونطور که گفتم به هیچ گروه سیاسی و یا مذهبی خاصی تعلق نداره و ما در اینجا سعی نمی کنیم که مقدسات کسی رو و یا باور کسی رو زیر سوال ببریم، بلکه سعی می کنیم اون چرا که درست هست، اون چرا که باید درست انجام بدیم و در زمینه رفتارمون، در زمینه کردارمون، در زمینه اندیشمون، اون چرا که من فکر میکنم درسته با همدیگه صحبت میکنیم و شما میتونید نظر موافق و یا مخالف اون رو داشته باشید. به هر حال امیدوارم که این یک ساعت بتونه یک تأثیر کوچولو، یک شادی کوچولو، یک لبخندی، یک فکر متفاوتی رو برای شما عزیزان ایجاد بکنه. هدف من شادی و سلامتی شما و بهتر زیستن شما عزیزان هست. مطمئن هستم اگر ما انسان‌ها خودمون رو از معذورات و از تعصبات رها بکنیم، مطمئن هستم که میتونیم زندگی بهتر و سالمتری از نظر روحی و روانی داشته باشیم. خب ویکندتون چجوری گذشت؟ آخر هفته رو چی کار کردید؟ آیا خوب بود؟ زیاد اونطوری که فکر میکردید نبود؟ به جایی رفتید؟ مسافرتی کردید؟ خدا رو شکر برای هوای لس آنجلس که بسیار بسیار دلپذیر بود و اگر شما عزیزان به آسمان نگاه کردید در سه شب گذشته دیدید که چقدر ماه نزدیک به زمین بود و دیشب بسیار بسیار ماه کامل زیبا بود و در نزدیکترین نقطهش به زمین قرار گرفته بود در سال 2013. روز اول تابستون رو هم که روز جمعه با هم دیگه گذروندیم و تا چشم روی هم میگذاریم میبینیم که دوباره داره کم کم پاییز میشه و فصل کریسمس و بعد سال نو. 6 ماه داره کم کم میگذره از سال 2013 با تمام اتفاقات خوب و بدش. امسال عجیب زود گذشت و زود و تند داره میگذره، ولی گاهی اوقات آدم نگاه میکنه به گذشته و اون چه که در 3 ماه اخیر، 4 ماه اخیر اتفاق افتاده براش فکر میکنه واو، انگار مثل 3-4 سال گذشت. به هر حال امیدوارم زمان براتون به خوبی بگذره. اگر طولانی هست، اگر کوتاه هست، گذشتنش رو احساس بکنیم و سعی بکنیم که در زمان زندگی بکنیم. همیشه من گفتم در گذشته ماندن و در گذشته زندگی کردن آدم رو از پیشرفت و از حال دور نگه می‌داره و اگر هم بخوایم زیاد در آینده زندگی بکنیم، حالمون رو 100% خراب می‌کنیم. پس سعی بکنیم که تعادل رو همیشه در کارهامون داشته باشیم، چرا که زیاد از حد انتظار نداریم از دنیا و از افراد و این باعث میشه که در یک ریالیتی زندگی کنیم، در واقعیت روز، در تاریخ روز زندگی بکنیم، نه خودمون رو گرفتار
ناراحتی ها و سختی های قبل می کنیم، بلکه تجربه می گیریم، همیشه افکارش با همون خواهد بود. خاطرات خوب و بد همیشه هستش، ولی سعی نمی کنیم که حالمون رو خراب بکنیم. از اون طرف به آینده‌ای که هنوز نیومده زیاد امیدواری نمیدیم، امیدواری کاذب، و زیاد هم خودمون رو مایوس نکنیم. نمیدونیم که تا فردا چی پیش میاد. بزرگترین اشتباهی که آدم‌ها توی زندگیشون میکنن عجولانه تصمیم گرفتنشونه، چون اون لحظه فقط میخوان اون چرا که در فکرشون هست، اون چرا که در ذهنشون هست فقط به زبان بیارن. گاهی اوقات خوبه بنویسید روی کاغذ، حتی برید جلوی آینه با آینه صحبت بکنید، هیچ اشکالی نداره، یا در ذهنتون مرور بکنید، یا برید در یک جایی در خلوت خودتون بریزید بیرون اینها رو. ولی زمانی که اونها رو میگید به شخص مقابل، یا حالا سر کارتون باشه، حالا تو مسائل روابط عاطفی و خانوادگی، دیگه مثل یک آب ریخته شده است و جمع کردنش خیلی مشکله و اون وقت نباید انتظار درست شدن داشته باشیم. عجولانه کار کردن همیشه بهترین راه نیستش. به هر حال امیدوارم که در هر شرایطی از زندگیتون که هستید بتونید بهترین تصمیم رو در اون لحظه که هستید بگیرید. گاهی اوقات خوب آدم قبل از اینکه کاری رو انجام بده یه مقدار فکر بکنه، یک مکسی بکنه. سکوت خیلی خوبه. علامت ساکن در ادبیات یکی از علامت‌های بسیار بسیار مهم هست. وقتی شما جمله ای رو می نویسید بعد یک نقطه می گذارید. برای شروع جمله بعدی باید فکر بکنیم، باید بیاندیشیم قبل از اینکه بخوایم دهانمون رو باز بکنیم و یا افکارمون رو روی کاغذ و نوشته بیاریم. به هر حال عزیزان، روز نوعی هست و ما گذشته رو نمی خواهیم اجازه بدیم که الان رو خراب بکنه. شروع روز اول هفته رو با عشق و محبت میخوام شروع بکنیم. موضوع برنامه همینطور که میدونید، و سپاسگزارم از شما عزیزانی که تماس میگیرید با من و یا در مجامع مختلف میبینیم همدیگر رو، میگید برنامه رو نگاه میکنم، خوبه، دوست دارم. خدا رو شکر. تنها چیزی که من میخوام اینه که این برنامه بتونه یک تأثیر مثبت، یه دونه، یک نفر رو خوشحال بکنه. ارزش انجام دادنش رو داره، ارزش 4-5 ساعت پریپریشن براش رو داره، باور بکنید. به خاطر همین خوشحال میشم از شما عزیزان بشنوم. بیشتر میتونید روی فیسبوک برنامه مورنینگ شو ود نلی برید، به اسم لایف ود نلی فیسبوک هست و میتونید جوین بشید و مطالبی رو که دوست دارید کامنت هاتون رو بنویسید. و این برنامه ها رو بعد از اینکه تموم میشه هر روز ما سعی میکنیم که روی یوتیوب هم بگذاریم و باز هم روی پیج لایف ود نلی اینها رو خواهیم گذاشت. پس روال عادی اینطور هست که موضوعی رو معمولا مطرح میکنیم و شما عزیزان روی خط میایید و نظرتون رو راجع به موضوع برنامه با من و دیگر عزیزان مطرح میکنید. میتونه نظر، میتونه یک خاطره باشه، میتونه نظری موافق و یا مخالف اونچه که گفته میشه باشه، ولی سعی بکنید که در خیلی کوتاه، در 30 تا 45 ثانیه، این مسئله نمیدونم چرا هنوز جان نیافتاده عزیزان، وقتی تماس میگیرید بین 30 تا 45 ثانیه سعی بکنید که اونچه رو که میخواهید بگید بیان بکنید، چون وقت خیلی محدود هستش و شنونده ها نمیخواییم که خسته بشن از تکرار مکررات. به هر حال موضوع برنامه امروز در مورد دوست داشتن هست. خب همه ما فکر میکنم به نوعی دوست داشتن رو تجربه کردیم. این دوست داشتن و یا حالا عشق و یا لاف، هرچی که اسمش رو میخواید بگذارید، هر انسانی اون رو در زندگیش تجربه میکنه. اگر شما بگید که نه، من اصلا هیچ کسی منو دوست نداره، یعنی feel pity برای خودتون بکنید، من سخته برام باور کردنش. دوست داشتن رو ما از اون لحظه اول، لحظه‌ای که
از به این دنیا وارد میشیم و پدر و مادر ما رو در آغوش خودشون میگیرن و میفشارن، اون دوست داشتن هست، اون عشق هست، اون محبت هست و اون عشق و محبتیه که انتظار نداره، هیچ گونه اکسپکتیشنی نداره. و بعد کم کم بزرگ میشیم، دوست داشتن و عشق و محبت بین خواهر و برادر در خانواده به وجود میاد، بعد از اون میریم مدرسه، دوست پیدا میکنیم، دوست داشتن بین دوستها به وجود میاد، بعد در فامیل کم کم دوست داشتن رو یاد میگیریم و بعد که بزرگتر میشیم آدم ها طبیعتشون این هست که به دنبال اون نیمه دیگرشون میگردن. بعضی ها هستن که احساس میکنن کاملن و از نظر روحی انسان های فروتنی هم هستن. من خیلی ها رو میشناسم که واقعا هامبلن، داون تو ارثن، ولی هیچ اشتیاقی به این ندارن که کس دیگری رو شریک و همراه خودشون بکنن، ولی اکثرا 90% آدم ها به دنبال یک نیمه میگردن، نیمه دیگر. وقتی میگیم به دنبال نیمه میگردن یعنی خودشون رو کامل نمیدونن، نه از نظر فکری و یا جسمی و یا مسائل فیزیکی، بلکه از لحاظ روحی خودشون رو انسان کامل و تکامل یافته‌ای در گذر زمان و زندگی و در مسیر زندگی نمیدونن. پس به دنبال شخصی میگردن که بتونه اون گپ‌ها رو، اون فرو رفتگی‌ها رو پر بکنه. و این یک مسئله ای عزیزان که برخلاف این که ما پدر و مادرمون رو انتخاب نمی کنیم، ما خواهر و برادرمون رو انتخاب نمی کنیم، ولی دوست مدرسه‌مون رو انتخاب می کنیم. من عمو و عمه و دایی و خاله رو انتخاب نمی کنم. من برادرم رو انتخاب نکردم، پدر و مادرم رو انتخاب نکردم، ولی من میتونم دوستم رو انتخاب بکنم. پس این انتخاب هست، اجبار نیست. اینطور نیست که بگن همینیه که هست. و در تمام این دوستی و محبت میبینیم یک موضوعی کامن هست و اون کیر کردنه. یعنی شما برای شخص مقابل، حالا پدر و مادرتونه، برادرتونه، دلتون براش میسوزه. نه دلسوزی به معنی اینکه اون شخص بدبخت و بیچاره است، ولی کیر میکنید، براتون مهمه که چی به سر اون یه نفر میاد. ولی وقتی که شما دوستتون رو انتخاب میکنین و بعضی ها عادت رو با عشق اشتباه میگیرن و این کلمه I love you که بسیار بسیار عمیق هست رو همین جوری از دهانشون خارج میکنن و انتظار دارن که شخص مقابل هم به همین صورت با همون آتشی که اونها دارن بگن I love you. و اگر شما عزیزان میدونستید، اگر فقط میدونستید که کلمه عشق چقدر پره و چقدر عمیقه، شاید به راحتی اون رو از زبانتون خارج نمی کردید. یکی از چیزهایی که من در مورد فرهنگ شاید غربی ها می پسندم اینه که به راحتی به کسی نمیگن دوست دارم، مگر اینکه واقعا اون شخص رو دوست داشته باشن. اکثرانشون اینطورن. در هر فرهنگی، در هر جامعه، آدم های فرصت طلب، آدم هایی که ناراستگو هستن زیاده، کم نیست، ولی اکثرا کلمه دوستت دارم و یا I love you رو زمانی استفاده می کنن که با تمام وجود اون شخص رو دوست دارن. این بحث عزیزان خیلی جالبه، جایی نرید بمونید.
نمیخوام زیاد خسته بشید با صحبت کردن من، ولی من یکی از هابی های من، یکی از سرگرمی های من اینه که فیلم زیاد نگاه میکنم. دوست دارم، برای اینکه آدم خیلی یاد میگیره. وقتی شما یک فیلمی رو نگاه میکنید، شاید منعکس کننده احساسات خودتون باشه، منعکس کننده حالت و وضعیت و شرایط روحیتون باشه و خیلی شما رو هم میتونه سرگرم بکنه. سرگرمی سالمی هست به جای کلاب رفتن و ویست کردن زمان، و هم این که خب میتونید ازش هم یاد بگیرید. یکی از فیلم هایی که به نظر من از جمله فیلم های زیبا و کلاسیک Love Story هست که زیاد هم قدیمی نیست، چند سالی هست که روی پرده سینما رفته و میتونید DVDش رو تهیه بکنید، Love Actually هست که دوتا از هنرپیشه های خیلی مورد علاقه من، هیو گرانت و کالین فرل، درش بازی میکنن و جالبه که این دو نفر فیلم های زیادی رو با هم بازی کردن و خیلی جالبه، شخصیت های جالبی دارن. به هر حال در این فیلم Love Actually داشتم راجع به کلمه I love you صحبت میکردم و عشق و محبتی که شما به افرادی که اونها رو انتخاب میکنید، مثل همسرتون، مثل دوستتون، مثل سر کارتون، یعنی شغلتون، ولی خب اون به شغلتون که نمیگین I love you، اکثرا با دوستتون هست و یا با همسرتون، پارتنر زندگیتون برای همیشه. وقتی که شما میگید به یک شخصی من تو رو دوست دارم، این دوست داشتن قدم اولش به نظر شما چیه؟ قدم اولش اینه که نمیدونم، ممکنه جوابهای مختلفی بدی. قدم اول دوست داشتن صبره. عشق صبوره، صبر میکنه، عجول نیست. یکی از خصوصیات دیگر عشق اینه که هیچ انتظاری از شخص مقابلش نداره. شما ببینید کتاب‌های شعر و ادبیات فارسی خودمون رو ببینید، حافظ، سعدی، مولوی، اینها همه از عشق گفتن، همه از عشق به یار گفتن و تو تمام این کتاب‌ها نگاه می‌کنی از یار و اینها صحبتی نمی‌کنه که یار نسبت به اینا چی بوده، اکثرا این بوده که اینها چه حسی نسبت به اون یار کردن. به مژگان سیه کردی هزاران رخنه بر دینم، بیا که از چشم بیمارت هزاران بقیش یادم رفت، فکر بکنید چه خیلی وقت یعنی اینها رو نخوندم، ولی از چشم و ابروش میگه، از موقعیتش میگه، از حس و حالش میگه، از اون حسی که خودش داره نسبت به معشوقش میگه و انگار توی تمام این مسائل معشوق همچین زیاد راغب نیستش، ولی عاشق واقعی کسیه که no matter what که اون شخص مقابل در شرایط روحی، فیزیکی و روحانی باشه، اون آدم عاشق عشق رو میده. در این فیلم Love Actually چند تا داستان‌های کوتاه رو می‌بینید در مورد چند تا خانواده مختلف و آدم‌های مختلف و دو تا شخصیتی که من انتخاب کردم به شما عزیزان نشون بدیم قسمت‌های از این فیلم رو. یکی کالین فرل هست که با یک دختر خانومش رو پیدا می‌کنه، مزدوج بوده، خیلی هم زنش رو دوست داشته، عاشقش بوده و بعد می‌بینه که این خانوم یه روزی که این ازش خداحافظی میکرده میگه خب من حالم خوب نیست، مریضم. بعد اینم میره بیرون و بوسش هم میکنه و که میگه که امیدوارم حالت بهتر بشه از این برنامه ها. بعد یه اتفاقی میفته، بر میگرده تو خونه یه چیزی رو برداره، میبینه که به به یکی از دوستانش در منزل بوده و خانمش هم بالاخره میاد و متوجه میشه که همسرش با شخص دیگری، با یکی از دوستانش
رابطه داشتن و خب خیلی براش سخته و جدا میشه، پا میشه میره یک کشور دیگه اگر اشتباه نکنم، یا فرانسه میره یا ایتالیا میره، که اصلا یه مقدار مغزش رو آرام بکنه. و این نویسنده بوده و وقتی که میره به اون کشوری که بمونه و کارش رو انجام بده، یک دختر خانم جوانی که زبانش رو هم بلد نبوده میاد و کارهای این آقا رو انجام میده، خدمتکار بوده. و کم 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 اینها یک علاقه‌ای درشون به وجود میاد، بدون اینکه صحبتی بکنن، بدون اینکه کاری انجام بدن. همیشه اون عشق‌هایی که پاکه، عشق‌هایی که از مسائل فیزیکی جدا هست، عشق‌هایی که با نگاه‌های پاک و معصومانه و نگاه‌های شرم و حیا، بهترین لغتی که میتونم پیدا بکنم، و نجابت یک خانوم هست، همیشه اون عشقها در دل مردها میمونه. نمیدونم چرا دنیای امروز متاسفانه دنیایی شده، لغتش رو نمیخوام استفاده بکنم، ولی دنیای خوبی نیست. خانومها اون نجابتشون رو، اون اصالتشون رو متاسفانه میبینم که کمتر این روزها دارن ازش استفاده میکنن و اکثرا سعی میکنن با کلمات بازی بکنن و مردها رو جلب بکنن. و مردها هم به جای اینکه به درون و به عمق وجود یک زن نگاه بکنن، متاسفانه به این نگاه میکنن که کی بیشتر قربون صدقه‌شون میره. و خیلی ها هم راضی هستن، چون بسیار سطحی و آدمهای شالو و توخالی هستن. به همین دلیله که میبینیم افراد در سنین بالا هنوز ازدواج نکردن، برای اینکه دوست دارن از این شخص به اون شخص، از اون شخص به شخص دیگه برن و هیچ وقت خودشون رو پیدا نمی کنن. چرا که صبر نمی کنن که از اون نهال، اون بذر کوچکی که وجود داره، یک ثمره‌ای به وجود بیاد. به هر حال سخن رو کوتاه میکنم. این دو نفر از هم جدا میشن و خداحافظی میکنن. زمان این رسیده بوده که کالین فرو به امریکا برگرده، یا انگلیس فکر میکنم، به انگلیس برگرده و فیلم انگلیسی هست و از این دختر جدا میشه، ولی همچنان این دختر توی ذهنش میمونه. و از اون طرف هیو گرانت که نقش پرایم منستر رو در انگلستان بازی میکرده، اون هم یک آدمی بوده که سرش توی کار بوده و روز اول کارش میاد و با دختر خانومی که منیجر کیترینگ بوده، به قول معروف سر آشپز بوده، آشپز نبوده، مسئول کیترینگ اونجا بوده، آشنا میشه و somehow اینا به همدیگه علاقه مند میشن و بعد از مدتی اتفاقات زیادی پیش میاد. این دو قسمت رو دوست دارم بریم با هم ببینیم. وقتی که شما عاشق یک نفر هستید و وقتی که متوجه میشید که اون یک نفر از نظر روحی و از نظر فکری شما رو کامپلیت میکنه و پر میکنه، هر چقدر هم که زمان بگذره و اتفاقات خوب و بد پیش اومده باشه، ببینیم که چی پیش میاد. با ما باشید. Bonita Aurelia, eu vim aqui para te pedir para casar comigo. Eu sei que ser louco, porque mal te conheço, mas às vezes as coisas são muito claras para mim. Não preciso de prova. Eu vivo aqui, ou tu vives na Inglaterra comigo. Ai, mas é para a Inglaterra, rapariga. Pode ser que conheças o príncipe William, casas-te, mas é com ele. Shhh.
È claro che io saper che tu non es tão louca come io. È claro che io pensar che tu dices no. Ma se Natal e so queria saber. Oh, pelo amor de Deus! Diz que sim, minha parvalhona! Thank you. That will be nice. Yes, is being my answer. Easy question. O que é que tu disseste? Sim, claro. Bravo! خب این هم قسمتی بود از فیلم Love Actually که براتون توضیح دادم. حتما این فیلم رو عزیزان اگر ندارید و یا ندیدید حتما ببینید. معمولا ایام کریسمس این فیلم ها رو نشون میدن، خیلی جالبه، در مورد چند تا خانواده های مختلف هست. ولی قسمتی که خیلی من رو به خودش جذب کرد اینه که این آدم، همین هنرپیشه مرد، براش اصلا مهم نبود این خانوم کی هست کی نیست، زبان صحبت میکنه نمیکنه. اون رفت و زبان این رو یاد گرفت، زبانش رو یاد گرفته بود. و در همین حین اون دختر خانوم هم که انگلیسی صحبت نمیکرد، اون هم رفته بود زبان انگلیسی رو یاد گرفته بود و به قول خودش just in case که اگر این پسر رو دید دوباره بتونه باهاش کامیونیکیت بکنه. این روزها همه چیز متاسفانه روی مسائل مادی میچرخه. اکثرا خانوم چقدر پول داره چقدر نداره، آقا چقدر پول داره چقدر پول نداره، چی کار میخواد بکنه، نمیدونم. چرا عزیزان، چرا؟ اگر شما جزو این آدم هایی هستین که دارید یک کردیتی باز میکنید برای شخص مقابل صرفاً بیست آن اینه که تحصیلاتش چیه، مدرکش چیه، نمیدونم پدر مادرش کیان، یا خودش چقدر پول میسازه، باور بکنید اینها درسته، خیلی مهمه، ولی اینها بیس و اساس زندگی رو تشکیل نمیده. مگر چقدر آدم میخواد غذا بخوره که این طرف باید حالا فلان شغل رو داشته باشه؟ ولی شخص خود من با آدمهایی که تنبل هستن، آدمهایی که نمیرن به دنبال این که اچیو بکنن یک چیزی رو و یا موتیویت نیستن، برای من ترن آف هست. ممکنه برای کسی راحت باشه بگه حالا بخور و نمیرم میتونیم زندگی بکنیم، ولی من همیشه میگم چرا که نه. اگر زنده هستیم، در این دنیا هستیم، بایستی که بهترینمون رو هر روز انجام بدیم و همیشه به دنبال پیشرفت باشیم. پیشرفت کردن، آینده نگری، دوراندیش بودن با گریدی بودن دو تا چیز مختلفه. و وقتی شما دنبال پارتنر زندگیتون میگردید، باز هم میگم باید تعادل باشه. شما نمیتونید، اگر به طور مثال یک شخصی برای خودش یک ملاک‌ها و معیارهایی رو داره، بیاد و روی همه اونها چشم بپوشونه و فقط بگه خب حالا من فقط میخوام ازدواج بکنم،
نگاه بکنید ببینید که صحبت از یک عمر زندگی و کامیتمنت هست. من فکر میکنم اکثر مسائل و مشکلاتی که در زندگی و در مسائل خانوادگی پیش میاد اینه که قبل از ازدواج اون خودشون رو نشون نمیدن، همیشه سعی میکنن که یک ماسکی بذارن روی صورتشون، همیشه سعی میکنن خوب باشن، put together باشن، این باشن، بوی عطرشون همه جوره بگیره. و نه، خودتون رو بدون آرایش به شخص نشون بدید، اگه باز هم دنبالتون اومد بعد میتونین next step رو برید. ولی سعی بکنیم خودمون رو به دیگران نشون بدیم. اگر کسی بخواد ما رو دوست داشته باشه، ما رو در هر شرایطی دوست خواهد داشت. اگر نه، نمیتونید چیزی رو شما create بکنید. باز هم میگم صبر کردن و ماندن و زمان بهترین نشان دهنده این هست که اون شخص واقعا برای خودش ثابت میشه آیا منی که دارم به این یک نفر میگم، به این خانم یا به این آقا میگم من دوستت دارم، آیا واقعا من دوستش دارم، یا اینکه خودخواهی های من اجازه نمیده. بریم با هم آگهی ها رو نگاه میکنیم، برمیگردیم در خدمت شما عزیزان با شماره 818-835-9800. اگر دلتون خواست تماس بگیرید و در این مورد در زمینه محبت و دوست داشتن نظر خودتون رو با ما و عزیزان در میون بگذارید. با ما باشید. باشگاه خانوادگی NITV. برای عضویت در باشگاه خانوادگی NITV با ما تماس بگیرید. دو گونه عضویت در کلاب NITV وجود دارد. 1. اعضا با عضویت طلایی، افرادی که حداقل 6 ماه ماهیانه بین 30 تا 50 دلار به NITV کمک می کنند. 2. اعضا با عضویت پلاتین، افرادی که حداقل 6 ماه ماهیانه از 100 دلار به بالا کمک می کنند. مزایای عضویت در کلاب NITV. تمام اجناسی که NITV در بازار جمع می فروشد برای اعضای طلایی 5% و برای اعضای پلاتین 10% تخفیف خواهد داشت. دارندگان عضویت پلاتین می توانند تبلیغات شرکت خود را به صورت زیرنویس بدون پرداخت حق تبلیغ در NITV بگذارند. برای عضویت در باشگاه خانوادگی NITV با تلفن 818-835-9800 تماس بگیرید. باشگاه خانوادگی NITV. با درود فراوان، من ستیون بیژن مصباح با متجاوز از 25 سال تجربه در ریل استیت با داشتن لایسنس بروکرز لایسنس در نوادا و کالیفرنیا در امور سرمایه‌گذاری و امور مسکونی در خدمت شما هستم. برای خرید یا فروش و یا سرمایه‌گذاری در آپارتمان بیلدینگ، شاپینگ سنتر، آفیس بیلدینگ یا املاک مسکونی در بیورلی هیلز، برنتوود، بیلر، شرمن اوکس، استودیو سیتی در خدمتتون هستم. با سپاس فراوان. لاکریما. I've traveled around the world in search of effective ingredients and techniques to sustain human health and appearance. I've met with world-renowned scientists, herbologists, medicine men, and experts in wellness and aging. I've discovered that several natural compounds known as bioflavonoids are highly effective in improving health and appearance when applied both topically and internally. The most potent bioflavonoids are called catechins. The catechins are natural plant derivatives
And many centuries before being studied by modern scientists, they were used in therapies for purposes of purification and beautification. What we have here is the world's first catechin active topical composition. These products are developed by the American Catechin Research Institute right here in California and are supported by the world's finest anti-aging experts. خب دوستان عزیز آگهی ها رو دیدیم با برنامه مورنینگ شو ویت نلی در خدمت شما عزیزان هستم شماره 818-835-9800 میتونید تماس بگیرید و نظر خودتون رو در مورد موضوع برنامه امروز لا و دوست داشتن هست با هم میگیم صحبت میکنیم چرا من این رو انتخاب کردم امروز؟ چون اول هفته هست اول هفته رو خوبه که با عشق، با انرژی خوب، با دوست داشتن آغاز بکنیم دوست داشتن به همدیگه، به پدر و مادرمون، به دوستمون، به فرزندمون، به همسرمون اگر مزدوج هستیم و اینجا قصد نداریم خدای نکرده اختلاف تو خانواده ها بیفته بلکه یک یاداوری هست برای همه ما وقتی که ادعایی می کنیم هر صحبتی که از دهان ما خارج میشه نمایانگر اون شخصیت ماست نمایانگر وجود و درون ما هست پس هر صحبتی که می کنیم هر ادعایی که می کنیم خوبه که خودمون بهش باور بکنیم و خوبه که انجامش بدیم و ببینیم مثلا یعنی چی من فکر میکنم که الان خیلی از آقایونی که قصد این رو داشتن که اگر هنوز به این دختر خانمی که باهاش آشنا شدید و میخواهید باهاش ازدواج بکنید و خیلی هم دوستش دارید و اینها من خیلی دلم میخواد ببینم وقتی طرف میگه من عاشق طرفم اوکی عاشق چیش هستی یعنی چی عاشق بودن رو برای من تشریح بکن یعنی چی میدونی چی داری میگی و فقط انگار یه احساسی یه چیزیه که یاد گرفتن از بچگی باید این رو گفت خب این ultimate love هست و بیا بگیم و تموم بشه بره بعد میبینی که ای وای با کوچکترین صحبت با کوچکترین بالا پایینی که توی موقعیت میشه این عشق اصلا میره و اصلا عشق چیه و این حرفا و از این برنامه ها به هر حال اینها فقط یاداوری هست که اگر میخواهیم عاشق بشیم و این رو بگم عزیزان احساسی که شما به شخص مقابل دارید حالا احساس پدر و مادر و خواهر و برادر و فک و فامیل و اینها فرق میکنه ولی احساسی که شما به شخص مقابل دارید حالا برای پارتنر زندگیتون چیزی نیستش که شما پوش بکنید طرف رو یا فورسش بکنید یا مجبورش بکنید شنیدید خیلی ها میگن به من بگو دوستت دارم واو نکنید این کارو نکنید خواهش میکنم It's a turn off بریم این خط رو با هم بگیریم و برمیگردیم در خدمت شما عزیزان جانم عزیزم روی ایر هستید بفرمایید جانم سپاسگزارم بفرمایید عزیزم خواهش میکنم نباید کسی رو بگیم که حتما بهتون میگه دوستش دارم درسته ولی به نظر من به خاطر که خودم جزی که سایی بودم که وقتم تلف کردم بله و واقعیت فکر میکردم که این سانه ولی درست فهمیدین شما که در همین مدتی که گذشت من خودم 26 سالم با کسی که در رابطه بودم 44 سالش واو واو ولی برای من سن و سالش مهم نبود از منطق از منطق از هر نظر چه از نظر مالی چه از نظر موقعیت مکانی و چه از هر نظر دیگه من دیسپوینتد شدم اما از اینکه وقتم و صرف کسی کردم که نباید میکردم از این بیشتر افسوس میخورم اما خب درسته اینو باور دارم چون من آدم ایجوکیتدی هستم من این چیزا منو از پا نمیندازد اما تنها چیزی که من واقعیت رو میخوام بگم برای خانم ها و دختر خانم یا الو واد ایور به هر حال جنس مؤنث وقتشون رو با کسی بذارن که اولا کوالیتی تایم داشته باشن درست وقتی که من نوعی وقتم رو گذاشتم با کسی که گفت که من اصلا آدمی هستم هیچ وقت نمیگم دوست دارم از زیبایی بسیار کاملی هم برخوردار هستم اینو نه اینکه بر صرف خودخواهی باشه
شاهدش هستم و میدونم که هستم. بله. و ایشون اصلا برخوردار نبودن، همه از نظر شغلی، همه نظر هر چیزی در سطح بالا بودم. بله. اما ایشون از نظر رفتاری جوری به من ضربه زدن که تمام اینا رو بر من، نه اینکه بشکنن چون من میتونم بلندشم، درست، اما خب به هر حال من به خانم توصیه میکنم که اول بدونیم و الان دیگه به در یک زمانی زندگی میکنیم که با اشتباه نباید قدم برداریم، درسته، نذاریم کسی از همون سوء استفاده کنه. چقدر عالی عزیز جان. من first of all اول اجازه بدید که بهتون تبریک بگم برای اینکه ایستادید روی پای خودتون و الان به اون درجه از رشد فکری و درک رسیدید که میدونید وقتی که گذاشتید، حالا نباید میذاشتید یا هرچی، ولی you moved on و move on کردید و دارید زندگی رو دوباره مسیرش رو دنبال میکنید. اتفاقهای مختلف توی زندگی آدم میفته، انسان اگر این تجربه ها رو به دست نیاره، الان شما you have a golden experience به قول معروف که الان دیگه با دید بازتری میتونید انتخاب و یا انتخاب های بعدیتون رو انجام بدید. و خیلی ممنون، سپاسگزارم که در میون گذاشتید این مسئله رو. خیلی خیلی مهمه که خانوم های ما این رو در نظر داشته باشن که صرفا چون آقایی میاد و ابراز علاقه میکنه و یا میخواد باهاشون زندگی بکنه به این معنی نیستش که اینها دیگه چشم بسته و کورکورانه جلو برن. هر زمان هر جایی که میبینید راحت نیستید و بهتون فشار میاد، خیلی با احترام و دوستانه صحبت بکنید. اگر طرف بخواد عوض بشه، اگر طرف بخواد یک کانسیدریشنی بکنه در اون حالت روحی و یا موقعیتی که با شما هست، چقدر عالی. ولی اگر همینطوری ادامه پیدا میکنه، شما اصلا obligated نیستید که در رابطه‌ای بمونید که شما رو به سوی پیشرفت و شادی و آرامش درونی و فکری نمیرسونه، بلکه از نظر انرژی شما رو پایین میکشه و درینتون میکنه. این رو فراموش نکنیم، ما خدای آدمهای دیگه نیستیم، ما اینجا نیستیم که شخص دیگری رو با خودمون بکشیم، به خصوص اگر اختلاف سن بسیار زیادی وجود داره. خب انسان طبیعتاً در این فکر هستش که با آدم مچورتری، با آدم با تجربه تری در میان هستش و اکثر خانوم ها کشش دارن به آقایونی که شاید از نظر سنی یک مقدار بالاتر باشن، نه به خاطر اینکه بیاد خرج زندگیشون رو بده، بلکه توی این فکر هستن که شاید این آدمی که 15 سال به هر حال عزیزم من یک سوالی دارم قبل از اینکه برید. توضیح دادید که ایشون 44 سالش بود و شما 26 سال. میتونم بپرسم که چه چیز همیشه میخواستن ولی دهنده نبودم، وقتی زمان دونو میزدی اون وقت در اون شرایط دردش میمونین. خب به هر حال ما انسانیم، درسته، اگه خودتون هم در رابطه باشین یا شوهر دارین یا whatever هر چیزی، نه جدایی اتفاق میفته، نه بر اساس اینکه شما ناراحتین که چرا این اتفاق افتاده، بر اساس اینکه از نظر شعوری خودتون رو ریلایز میکنین، میبینین که چرا در این رابطه موندین برای مدت. به هر حال عزیزم مطمئن هستم، میدونم خیلی سخته، میدونم که وقتی آدم از یک رابطه‌ای که خسته کننده بوده، خسته میشه آدم. به هر حال عزیزم ممنون و سپاسگزار که روی ایر اومدین، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و مطمئن هستم بر انتخاب های بعدی
با چشم بازتر، با آگاهی بیشتر پیش میرید و اگر دیدید همون اوائلش، اگر دیدید که این شخص شما رو کامل نمی کنه، شما رو فرفیل نمی کنه از نظر روحی، من فکر میکنم که باید یک مروری بکنید به موقعیت رابطتون. سپاسگزار از اینکه روی خط اومدید عزیزم، روزتون بخیر. خب این هم از این دوست عزیزم. اجازه بدید که مطلبی رو در مورد لاو براتون گفتم، خصوصیات عشق و یا محبت رو براتون میخوام بگم که چیه، بعد خودمون رو با اینها اِوالیویت میکنیم، اگه دیدیم که واقعا اون چیزی که تمامه و لاو که میگم این خصوصیت ها یک خصوصیت نیست، تمام خصوصیت ها یکی هست، مثل تمام خواصیه که در عشق و محبت وجود داره. نمیتونی بگی من اینو دارم اونو ندارم، اینو دارم اونو ندارم، پس عاشقم. نه نه. و این در مورد پدر و مادر، فرزند، دوست، ولی بیشتر برای اونایی که خیلی ادعای عشق و عاشقی میکنن که آی من اون رو خیلی دوستش داشتم، اون منو دوست نداشت. اوکی، ببینیم جریان چیه. من انگلیسیش رو براتون میخونم و ترجمه میکنم. وقتمون هم به سرعت داره تموم میشه. Love is patient, love is kind. It doesn't envy, it doesn't boast. It is not proud, it is not rude, it is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrong. Love doesn't delight in evil, but rejoice with the truth. It always protect, always trust, always hopes, always perseveres. میگه محبت صبوره، مهربانه، حسادت نمی کنه، خودخواه نیست، خودپسند و پرخاشگر نیست و انگر نداره، ناراحت نداره، عصبانی نمیشه. هیچ رکوردی از اتفاقات بد تو خودش نگه نمیداره، یعنی میگذره، گذشت داره. از ناراستی خوشحال نمیشه و همیشه راستی رو میپسنده، همیشه محافظت میکنه، پروتکت میکنه، همیشه باوره. میگه محبت در همه حال خوش باور است و هر باری را تحمل میکند. حالا بریم ببینیم که آیا واقعا عاشق هستیم یا نه. به پایان برنامه رسیدیم و متاسفانه تلفن های دیگه هم روی خط هستن، نمیتونیم بگیریم، ولی من در اینجا از همه شما عزیزان خداحافظی میکنم، ولی با یک آهنگ بسیار بسیار زیبا که خیلی میدونم همه ما دوستش داریم تموم میکنیم برنامه رو. امیدوارم شما عزیزان همیشه عاشق باشید، ولی عاشق واقعی باشید و مهمتر از همه خودتون رو عزیزان دوست داشته باشید. دیگران به حدی برای شما احترام قائل هستند که خود شما برای خودتون احترام قائل هستید. اونها شما رو طوری میبینن که خودتون شما رو میبینید. پس اگر آدمهایی هستیم که اعتماد به نفس نداریم و فکر میکنیم که ما خوب نیستیم یا اون شخص مقابل از ما خیلی بالاتره، این روح رو ارواح همدیگر رو میتونن تشخیص بدن. این روح رو داریم به دیگران منتقل میدیم که من I'm not worthy of you. ولی باور بکنید که شماها بسیار بسیار با ارزش هستید و اجازه ندید که کسی وجود شما رو مورد سوال قرار بده. همیشه برای امپروف کردن، برای بهتر شدن همه ما جا داریم. زندگی این نیست که 30 سال شدم، 50 سال رسیدم، 40 سال رسیدم، پس کامل شدم، مسترم رو گرفتم، PhDم رو گرفتم، فوق دکترام رو گرفتم، پس کامل شدم. نه، همیشه در حال کامل شدن و تکامل روحی هستیم، تکامل روحانی هستیم، ولی مهمه در اون شرایطی که هستیم خودمون رو بپذیریم، ولی در این حال هم نگاه بکنیم به جاهای از زندگیمون که احتیاج داره به اون تیغ جراحی رو برداریم. اشکال نداره، اولش یه ذره درد داره ولی بعدش خیلی خوشگل میشه، ولی بعد جراحتون بلد باشه داره چی کار میکنه.
به یک جراح خوب بدید این تیغ رو. دوستان عزیز، روزی بسیار خوب پر از عشق، شادی و سلامتی برای همتون آرزو میکنم. تا دیدار آینده همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. I love you everyone. این آهنگ رو به همه شما عزیزانم تقدیم میکنم. خدا نگهدار. به شکل پرواز پرنده است، عشق خوابه آهوی رمنده است، من زائری تشنه زیر باران، چشم آبی اما خوشند است، من میمیرم از این آب مسموم، اما اون که مرد از عشق تا قیامت هر لحظه زنده است، من میمیرم از این آب مسموم، مرگ عاشق عین بودن اوج پرواز یه پرنده است، تو که معنای عشقی به من معنا بده، یا دروغ این صدا را به گور قصه ها بسپار، صدا کن اسمم و از عمق شب از نغمه دیوار، برای زنده بودن دلیل آخرینم باش، منم من بذر فریاد خاک خوبم سرزمینم باش، طلوع صادق عصیان من بیداریم باش، عشق گذشتن مرز وجوده، مرگ آغاز راه قصه بوده. دیتاکس تی یا چای سمزدا و تمیز کننده. چای دیتاکس مخلوط